با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم. داشتم عرض میکردم من تو کلیپ های قبلی همش یادتونه بارها و بارها میگفتم این ترامپ دنبال چیه، چرا این کلمات تکرار میکنه، چرا بعد انتخاب من ایران بعضی هفته زنگ میزنه و با من قرارداد میبنده، چرا میگه که من با اینا کنار میام، چرا اینقدر این سلیمانی رو زدم کشتمش، چون سلیمانی سر پول سر اینا رو کلا گذاشته بوده. فقط بحث پول بوده، چیز دیگه نبوده. اگر کشتن ایرانی ها و کشتن نسل‌کشی برای اینها عروسیه برای اونها، چون آمریکایی جماعت لقمش تو خونه، ریشش توی خونه. اینها های میان ماسوالی میخوام، نمیتونید. شما همون ننگ کامبوج، ننگ ویتنام تا ابد برای شما بر پیشونیتون هست، تا ابد. زن بچه چه گناهی داشتم اون همه میلیونتون بمب ریخته بشون بچه ما آخر دست با درست برگشت داری اون رو که موندن. اگه دوستان یه بار شما برید ویتنام برید، معلول هنوز هستن، هنوز بچه معلول دنیا میاد، دست نداره، پا نداره، باید ببینید. یا در ناکازکی هنوز بچه معلول دنیا میاد. شما نمیتونید خودتون آدم خوب، آدم خوب جلوه بدید، تا هیچ چاره نمیتونید. اروپایی از شما بدتر، چون شما با چکیده دزدها و خائنا و جنایتکار اروپا هستید، شما چکیده اونا هستید. اسپانیایی مگه تمام راهزن در این نبودن؟ آلمانی هم اگه نبودن، مگه انگلیسی ها نبودن؟ انگلیسی متکبر، یک بار رفته بودن حمله کردن به طرف مصر اونورا، اینقدر متکبر و بدبختن که بی ذلت خفتن افتادن، شده جزیره. بعد یکی از فرمانده اینها کشتی داشته غرق شده، این فرمانده داشته میافته میره زیرا، یکی از سربازاش دست دراز میکنه، آقا فرمانده کمک کنم، میگه اهل کجا؟ میگه فلان کشور. میگه من دستم به تو نمیدم. ننگش بوده و میمیره، به درک واصل میشه. اینا اینجور هستند، دستشو نمیده نجاتش بده، چون تو مال فلان کشور هستی، نجات پرستی از بالاتر، همشون همینجوره. بگذاریم. بعد که بایدن اومد، بایدن 1% فکر کنم رای بیاره، چون در تمام دوران همیشه دو دوره جمهوری خواه بودن، یک دوره دموکرات ها، بعضی وقتا هم دو مرتبه شده دموکرات دو دوره بودن، ولی پشت قصه همه با هم هستند. دوزها و جنایتکارا پشت قصه با هم هستن، سر تقسیم اموال و اینها با هم میشینن توافق میکنن، اموال نه پست سمت ها، خیلی مسائل دیگه. حالا بایدن میاد صدها رقم تقلب میکنه که ارزی حرفا نداره، که قطعا هم برای بچهای اصلاح طلب ایران و بعضی اینا که منافعشون بوده کمک کرده، وگرنه بیاد مثلا 100,000 200,000 300,000 مرده رای بده، خیلی حرفه. این بیشتر آبروی آمریکا رو برد، اون کشوری که مهد دموکراسی خودش معرفی میکرد، معرفی میکرده، ما الی ما بلی ما فلان، هیچ پخی نیست، دیدید که گند کارتون در اومد. اینقدر تقلب به این گشادی ولاد نوبره. حالا بایدن تنها شانسی که تو منطقه داره و تو کاری انجام بده با جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی نابودش کنه، سرریز ریشه‌شو بکنه و بعد بگه آقا ما آوردیمشون سر کار، اشتباه کردیم، اشتباه تاریخی کردیم، به خاطر پایگاه و جایگاهش تو خلیج فارس از دست نده. این کارو مجبور است بکنه و میکند. اینه که ترامپ و بایدن ما هم مسابقه در ریشه‌کنی جمهوری اسلامی. بعدا به حال اینها، حالا این رقابت به کجا میرسه معلوم نیست، حالا ترامپش خالی میبنده، ولی خب در کل اینا فقط مسابقه شین، هر کدوم سر کار میاد همین کارو میکردن که آقا جمهوری اسلامی رو برداشتیمش، ما با مردم ایران هستیم. مرتبا گاگودل تو حرفاشو میگه داش در ما با مردم ایران هستیم، چون مردم ایران بعد از جنگ 96 حاکم شدن بر کشور، رأی دیگه ایران ندادن، 20% در رأی داده میشه شرکت نکردن، اون 20% هم سنتی رأی میدن، همیشه بودند که الان کمتر هم شدن. در نتیجه پایگاه و جایگاهی که باید تو ملت ایران داشته باشن که مردم بودن از دست دادن، و وقتی مردم شده اکثریت، مردم تصمیم گرفتن، هزار تا حکومت ترامپ و بایدن و خمینی و خامنه‌ای همشون سطح زباله سیفون ورشون بکشین بره، هیچ شک درش نکنید، هیچ شکی درش نکنید. پس قضیه بایدن اینه. این دوستان آقا حسینی خدا خیر شده دوستان، ما گفتم کجای تو مرد ما رو یتیم کردی، گواره کلی از فامیلا هم مرده، کلی از دوستان مرده، کلی از زن و بچه مسئول خود مسئول مردن، ولی گفتن روزنامه نکنه، تکتون روزنامه میکنه، روزنامه نکنه که مردم چیز نشن، یعنی خوشحال نشن، اینقدر بدبختن، یعنی هم مرگش هم مقاصد بکنم، مثلا فلان مسئول فلان نماینده مجلس فلان کس فلان کس فلان خر بودن سگ مردن، اینها مثلا چیز نشن. خب پس قضیه رو گرفتیم، این دوستای ما برای ما باز کردن. قصه کلا این هست که اینا رقابت دارن که توی مردم آمریکا بگن آقا ما حکومت تروریست و جنایتکار و آدمکش و خائن و فلان فلان که دست پخت خودشون بوده رو ما ساقط کردیم، بتونن یک کمی آبرو جلب کنن، جذب کنن، بگم آبرو بخرن، و بچه‌ها پایگاهشون رو
پایگاهشون تو منطقه خلیج فارس یه خورده احیا کنن، وگرنه کشوری تو منطقه هستن از کویت گرفته تا عمان اینها به قول من با یه تماشا کلش رفته است. چه اسرائیل باشه چه غیر اسرائیل فرق نمیکنه، خود اسرائیل هم اونجا هست متزلزل، چون تمام 80-90% مردم کشوری منطقه ضد اسرائیل هستن. جنایت اسرائیل فراموش نکردن که حالا هر چی بوده حق بوده نبوده کار ندارم، فلسطین دیگه جای خود داره، فلسطین خودشو خائن ترین انسان کره زمین هستن، اونو خوب دست اسرائیل افتادن. در نهایت اینا اسرائیل یک شبی دارن میرن، چون اسرائیل با این کارش ریسک بزرگی که به دست آمریکا کرده که بگه آقا ما معامله بزرگ قرن. آخه امارات جمعاً چند کیلومتره؟ چقدر جمعیت داره؟ قشم از اونجا بزرگتره. شما دلتون خوش میکنی بیار ما دل خوش کنون اگر به جایی نمیرسید. این قضیه بایدن و ترامپ هست که دوستان من از اشتباه در بوده مقدار، البته من خواهی مقدار رو گفته بودم ولی فکر نمیکنم در این حد باشه که این اتفاقات افتاده. و اینه که بعضی از جمهوری اسلامی خوشحال میگن بایدن بیاد، بایدن دیگه گذشت اون نمر رو برد که شما بخواید انجران کارتر باشه. اون موقع نه، موقع یک گول تاریخی زدیم ملت ایران همه تو با هم دیگه، توسط روحانیت امین مردم، نماینده امام زمان، نماینده خدا، نماینده پیغمبر، نماینده قرآن، اینجوری گذرید. یعنی مردم این نسل، این نسل دیگه شما فقط میتوان دارید ارزادید یک دقیقه عمر اینا رو برگردونید، یک دقیقه نبیشتر نمیتونید، باید تا اون پس بدید، شکم درش نیست. یک دیگه چیزی به دوستان بگم، من بعضی وقتا مثلا میگم آقا دفتر آقای ترامپ این کار کرد، مشاورش این کار کرد. دوستان عزیز من تو رزومم هست، من دربار زیاد دیدم، من با آقای هلموت کل هم نزدیک نشستم، آقای هلموت اشمیت سرزم قبل از ایشون رئیس هیئت مدیره آلفیل بود، من چند سال با آلفیل کار کردم، مشاورشون بودم، بعد کشور منطقه اکثرا دربارشون بودم، به مشاوره آب میدادم و بعد یه آخرم که کار انرژی خورشیدی میکردم باشون که دیگه حالا به مسائل مشاوره برخورد کرد و بعد کسالت دارم چند سانه میتونم هنوز هم بازم مشاور چند از شیوخ منطقه هستم. مثلا برفرض برای یه کارخونه در قطر یه هوا پرسن دنبال من که هیچ هتلی تو دنیا به این زیبایی و به این قشنگی نیست، پس من دربار دیده هستم، عقده ای که من اینجوری کرده اون فرسان نیست. بچم ترامپ چی هست که بخور مرفت انسان برای من ببینیم دیگه، یک جو شخصیت که نداره. بچم این ترامپ و بایدن و امثال هم این تیمای فوتبال ما میمونن، دو سه تیم مطرح هستن تو ایران، هر چند سال یکی میشه میاد میچاپه میبره میخوره، در حق بازیکن ظلم میکنه، باز گندش که در میره باز بعدین باز دوباره باز یکی برمیگرده، خودش برمیگرده، چون فراموش کردن مردم. اینو بهتون بگم که در جریان باشید دوستان. خدمت شما عرض کنم که ببخشید طولانی شد. یکی از سوالا که زیاد از من میکنن که مردم در سال 57 چشون شد که این کارو کردن با شاهنشاهی کشور خودشون. من یک مثال کوچیک میزنم، یک بار یه چند سال پیش میگفتم. در مشهد دو گروه خیاطی بودن که اینا شلوار دوز بودند. یکی تگزاس مود بود، یکی دیگه اسپیشال یادم رفته. تگزاس مود پایگاهش تو پاسه امینی بود، تو خیام پهلوی رو راموش پرورش. اون یکی دیگه پایگاهش توی سر چهار خسروی یه سینما اونجا بود، یادم افتاد تو طبقه بالا اونجا بود. بعد این آدم خیلی خیلی خوب، برخلاف تگزاس مود که خیلی ظلم می‌کرد در حق کارگرش اینها، این آدم بود که با کارگرش خیلی راه میومد. بعد کارگرش شده حدود 200 نفر، حالا کم زیاد یادم رفته حضور ذهن نداره. سوال مهم مثلا 50152. خلاصه این آدم اومد دید که اینجوری بخوان کارگرش بیان و با سرویس برسن و به اتوبوس برسن نرسن، اومد و یک زمین رو در یک جای خرید و اومد برای تمام اینها و 50 واحد اضافه 250 واحد 124 متری حیات 200 متری زیربنا 124 متری، بعضی هم بالا پایین تر بچه زیاد داشتن، برای اینها اومد خانه سازی بکنه، اجاره بشه تعویض بهشون بده که اینها چیکار بکنند، اونجا بشینن و از حقوقی که میگیرن اجارهشو بدن و اونم که خلاصه سرمایه‌ای داشت و پرداخت می‌کرد. این ساختمون در حال ساخت بود. در حال ساخت بود تا 60-70 تا 80 تموم شد. خیلی هم خوشحال بود داره پیش میره. هر هفته دوباره اونجا سر می‌زد.
یه روزی از سر ساختمان برمیگشت، نزدیک همو ساختمان ها این زدن کشتنش، له و لوردش کردن با چوب، این قذر سرش کرد، سرش ترکیده بود. بعد گفتن کار کی بوده چی بوده، فهمیدن از اعضای همو ساختمان ها بودند، همون کسی باشه خونه می ساخته. چرا چرا بالا پایین آگاهی اینور اونور چندشون گرفتن؟ هیچی، این آقا ما میدونستیم بیشرف در این کارا رو میکنه، خوب دقت کنید این کارا رو میکنه که جلو زنای ما خودش رو محبوب نشون بده، جلو چون زنا خود زن دعا و دعا میکنه وقتی کسی قدم خیر رو نشون بده، خدا خیرش بده، خدا فلان کنه، و مردم حسد نمیذاره بپذیره. و این آقا رو به این علت کشته بودند. زمان شاه، شاهنشاه میفرمودن که یه گده میگفتن که شاه یک هتل در کیش ساخته، پله هایی که میرن به طبقه پایین شیشه ای هست، شاه میره اون زیر زیر شیشه ها وای میسه دید میزنه. این افکار دیگه، اینو کوچیک دو تا کوچیک براتون گفتم. باید برای هر کس به اندازه ظرفیتش، شخصیتش، منشش قدم برداشت، وگرنه فکر بد میکنه. ولی شاهنشاه همه رو به یک چشم میدید، با منش خودش میکرد، با رفتار خودش میکرد، با گفتار خودش میکرد. ما شیر و مز نمیخوایم، ما شاه دزد نمیخوایم. دزد یعنی چی؟ حالا دیگه با تا اون پس دیگه دادی دیگه بکار نمیخوام مرتب تکرار کنم. مثلا اینو خیلی سوال اومدی گفتم خدمتتون. بعد آقای حسن روحانی فرمودن برای لغو تحریم‌ها نباید فرصت سوزی کرد. باری کلا به تو اروا عمت، این دفعه کور خوندی، حسابی هم کور خوندی، هم خودم تو اربابت. گروه حسینی باز به من پیغام دادن که با همین فرمون برو کار درست انجام بده، ما هم در حتی در خدمت باید کمک همراهی میکنیم و همین فرمون ادامه بده، که دیگه حکومت حسابی گفت کلیپای تو رو همه حکومتی ها میبینن بدون شک، بروشون اثر هم میذاره. مخصوصا این صحبتی در کلیپای قبلی کردی که اینها رقابت دارن سر از بین بردن حکومت، گفت تن بدن اینا رو میلرزونه. یه عده‌ای هستن که هنوز باور ندارن، اما دیگه اینها هم کم کم باورشون شده و با ما صحبت میکنن. بله. بسیار دوستا در مورد اظهار نظر میکنن، من برام اهمیت نداره. کسی که به خودش علاقه پست تعریف نکنه، کار تعریف نکنه، اهمیت نداره. هر کی از زن خودش دیاره من. من عشق میکنم. کاری انجام میدم که نتیجه میدونم چی هست. لبخند رو لباش اومدن. معنی آزادی رو فهمیدن. معنی امکانات کشوری که 7 برابر کشوری ثروت داره فهمیدن. معنی بیمه رایگان فهمیدن. تحصیل رایگان فهمیدم و کارهای راجع به بانک ها گفتم و بعد راجع به اشتغال خواهم گفت، بعد راجع به پولیتیس خواهم گفت، و اینه که شماها لایق هستید، سختی کشیدید، این 40 سال کم نیست، عمر از دست دادید، ازدواج نکردید، بچه دار نشدید، در به در شدید. هر کاری بکنم برام لذت بخشه، به این حرفا هم اهمیتی نمیدم، چون شما رو لایق میتونم. اینم بهتون میگم، اروپا و آمریکا در همه زمینه ها متقلبن، تقلب میکنن در همه زمینه ها. فکر نکنید در این زمینه هاست، نه، در ماشین فروشیشون تقلب میکنن، بورس هم که دیگه شروع کردن، حتی بز سر مشتریشو کلاه گذاشتن. بورس الان فقط به فقط این بحث واکسن و مثلا بورس خود بیاد بالا جون بگیرن، نه دیگه از یه حرفا گذشته. کاسه ها خوردید، میلیارد ها خوردید، سیر نشد با تای کاسه لیسیا به هیچ جا نمیرسید، حتی زبونتون هم بریسید جونتون در بیاد به جایی نمیرسید. بله، خب صحبت دیگه ندارم فعلا تا بعد. و یکی از این دوستای باشون چیز کردن، باشون نظر سنجی کردن، گفته بگید که دموکرات ها پسر خاله و دختر خاله کسی نیستن، جمهوری خواه بدتر از اونها، اینا با هیچ کس چیز ندارن، فقط منافع خودشون هست که برای اینا آخر خطشون هم. و هم حرفی گفتم بعدم باز گفتم، میخوام برای اقای درسی خودشون حکومت رو سر ببرن، قربانی بکنن که شاید چیزی بشه، ولی برید و دنبال با شاهزاده پهلوی صحبت بکنید. حرفی بارها بهتون گفتم تو کله پوکتون فرو نمیره، چون این حرفا رو نمیفهمید، شعورشو ندارید، کلاسشو ندارید، چون با خون و پستی و پلیدی و دروغی و اینا رو اومدید، چیزی که در ذات شاهزاده پهلوی نیست. قسمت گلخنده بابت گیر ندارد چه باید ایام بکنم بگار خوشید.